نه جلیلی انصراف خواهد داد نه قالیباف با ما همراه باشید در مورد انصراف نامزدهای اصولگرا و نامزد نهاییشون صحبت میکنیم سلام امروان همیشه کانال زر تیوی به کانال خودتون خوش اومدید. خب کمتر از 48 ساعت به شروع انتخابات ریاست جمهوری امسال باقی مونده و هنوز هیچ کدوم از کاندیداها به نفع دیگری کنار نکشیدن اتفاقی که قاعدتا باید توی همین ساعت ها میافتاد ولی انگار هیچ کدوم از کاندیداها قصه کنار کشیدن ندارن و میخوان تا پایان انتخابات باقی بمونن قبل از این پیش بینی میشدش که از بین نامزدهای اصولگرا احتمالا یکی دو نفرشون به نفع دیگری کنار میکشه و در نهایت یه نامزد نهایی رو معرفی میکنن که تمام طرفدارشون به اون رأی بدن تا شانس برنده شدنش بیشتر بشه و رقابتی که بین تمامی نامزدهای اصولگرا و آقای پزشکیان هست رو بتونن پیروز بشن ولی انگار هیچ کدومشون قصد این کار رو ندارن و احتمال شکست خوردنشون برابر پزشکیان زیاده طبق نظرسنجی هایی که خبرگزاری ها و گروه های مختلف انجام دادن تعداد آرای آقای پزشکیان جلیلی و غالیباف تقریبا به یک اندازه است تازه یه مقدار آرای پزشکیان توی اکثر نظرسنجی ها بیشتر هم هست یعنی اگه با همین اوصاف جلو بریم احتمال داره که پزشکیان در دور اول پیروز بشه یا در نهایت با یکی از نامزدهای اصولگرا به دور دوم بره. و احتمال اینکه یه نامزد اصولگرا تو همون دور اول برنده ای انتخابات بشه خیلی کم هستش ولی خب در صورتی که یکی از دو عضو اصلی اصولگرا یعنی آیه جلیلی و قالیباف به نفع دیگری کنار بکشن احتمالا با تجمیع رأی ها شانس برنده شدن یکیشون توی دور اول هم زیاد خواهد بود ولی خب طبق ویدیوهایی که هم آقای قالیبا و هم آقای جلیلی منتشر کردن هیچ کدومشون قصد انصراف دادن رو ندارن و میخوان تا پایان باقی بمونن این تو چند ساعت گذشته توی فضای مجازی شایعه شده که قصد کنارگیری از انتخابات داریم صحت داره این یا شایعه است اینا که طبیعتا شایعه است حالا اینا معمولا دیگه این بحث ها همیشه وجود داره و میگن خیر من حتما دارم دنبال میکنم اگر من جدی نبودم خود از مجلس بودم رئیس قوه بودم توضیح هم دادم میتونستم اونجا باشم آسوای دکتر به عهدی که با مردم بستین مصمم تا آخر هستیم؟ طبیعتا حتما اینشان نام سهر میشه اجتماعی ما آدم آی دکتر اینشالله تا آخر مکم هست محسن منصوری رئیس ستاد آقای جلیلی هم در واکنش به گمان زنی ها درباره احتمال انصراف اون در شبکه ی این استگرام یه استوری منتشر کرد و نوشت که ما همچنان مصمم ایستاده ایم. از سوی دیگه محمد باقر قالیباف هم در ویدیویی گفت اخباری که درباره انصراف اون منتشر شده شایع است و اون تا پایان رقابت ها میمونه و اگه قرار بود کنار بکشه اصلا نمیومد و همون رئیس مجلس باقی میمونه. حسین شریعت مداری سرپرست روزنامه کیهان و سران اصولگرا هم در یادداشتی از نامزدهای جبهه انقلاب خواست مرعوب پوششی خوانده شدن نشوید و به نفع یکی از خود انصراف دهید او از قول آیت الله خمینی نوشت مرد آن است که از حرفش برگردد وحید یامین پور دبیر شورای عالی جوانان و یکی از شهرهای نسل جدید اصولگرا هم از قول محمد رضا آبدینی نوشت که سازوکار وحدت از بین رفت نامزد مورد حمایت خود رو تبلیغ کنید و از تخریب بپرهیزید شهاب اسفندیاری یکی از کسانی که به عنوان کارشناس به میزگرت های انتخاباتی تلویزیون ایران برده شده بود و درگیری هم با فاضلی مشاور پزشکیان داشتش و از شهرهای نزدیک به وحید جلیلی برادر سعید جلیلی هم هست توی صحبتهایی گفت که فشارها و دعواها برای کنار رفتن این و آن هیچ نتیجه ای ندارد جز قدورت و اختلافی که مانع همافزایی و اتحاد در دور دوم خواهد بود یعنی ایشون معتقد هستش که با این وضعیت احتمالا پزشکیان با یکی از کاندیداها به دور دوم میرن و اونجا باید وحدتمون رو حفظ بکنیم که بتونیم نمایندهمون رو برنده ی انتخابات در دور دوم بکنیم پس توصیهش اینه که این درگیری ها و کلکلا رو کنار بذاریم و بذاریم به همین شکل انتخابات جلو بره و در دور دوم وحدتمون رو بیشتر بکنیم. مهدی عرب صادق دبیر پیشین سیاسی حزب معتلفه در روزنامه همیانم هم نوشت که اصولگرایان در تصور خودشان بین صالح مقبول و اسلح غیر مقبول گیر افتادند بهتر است بین باخت و مرگ سیاسی باخت را بپذیرید و به اقلانیت سلام کنید روزنامه اصولگرای وطن امروز هم در مطلبی در همین باره نوشت که کنارگیری غالب اف ممکن است به پیروزی پزشکیان در همان دور اول منتهی شود بنابراین انصراف جلیلی کم ریسک تر هست توی دور قبل که آقای رئیسی برنده ای انتخابات شد هم چند نفر از کاندیداها به عنوان کاندید پوششی به نفع آقای رئیسی کنار رفت از جمله آقایان جلیلی و زاکانی و قاضیزاده هاشمی که دور قبلی یعنی دور دوم حسن روحانی هم آقای قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت که با اینکه به نفع ایشون کنار رفت ولی در نهایت باز ابراهیم رئیسی نتونست رأی کافی رو به دست بیاره و حسن روحانی با بیش از 50 درصد آرا تو همون دور اول برنده انتخابات شد الانم مطابق تحلیلی که کارشناسا مطرح میکنن احتمال داره یه نفر به نفع دیگری کنار بکشه و با تجمیه آرا هم باز نتونه در دور اول برنده بشه و حتی قضیه به دور دوم هم نکشه و تو همون دور اول پزشکیان برنده انتخابات بشه البته که خیلی از نزدیکان اصلاح طلب هم سناریوهایی رو مثل سال 88 متصور میشن و میگن که نتایج انتخابات از پیش تعیین شده و پزشکیان هر چقدر هم که رأی بیاره احتمال داره باز یکی از کاندیداهای اص... اصولگرا در دور اول برنده انتخابات بشه و احتمال تقلب یا دستکاری آرا رو توی انتخابات میدن جالبه که توی تمامی قسمت های مناظره افرادی از جمله پزشکیان و پور محمدی سعی داشتن با تحریک کردن کاندیده های اصولگرا به اونها این قضیه رو گوشزد بکنن که همتون پوششی هستید و احتمالا در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات کنار میکشید و شاید خیلی از اصولگرا و کاندیداهاشون هم ترس این قضیه و لیبل خوردن رو دارن و واسه همینم هم به نفع دیگری کنار نمیکشن حتی از بین کاندیداهایی که شانس کمتری دارن از جمله آقای قاضیزاده هاشمی و آقای زاکانی هم هیچ کدومشون صحبتهایی رو در مورد انصراف و کنار کشیدن مطرح نکردن و احتمال داره اگه اوضا به همین شکل پیش بره این افراد هم به نفع دیگری کنار نکشند. نظر شما چیه دوستان به نظرتون تو یکی دو روز باقی مونده کسی انصراف میده و به نفع دیگری کنار بکشه آیا در نهایت اصولگرایان یک کاندید واحد رو برای خودشون مشخص میکنن یا به همین شکل قضیه جلو میره و احتمال زیاد انتخابات به دور دوم میکشه حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید